سلام، پویا اسمایل. این ویدیو تلاش برای راهنمایی هموطنان عزیز به منظور انتخاب شایسته و درست در باب ریاست جمهوری کشورمونه. با احترام به تمام سلیقه ها و تعصبات، بنده به نوبه خودم سعی در معرفی بهترین گزینه ریاست جمهوری می کنم. اینکه خداوند رنگین کمان رو تماما سبز نکرده به این علت که کسانی که غیر سبز دوست دارن خورده نگیرن. در این ویدیو با سه بخش جذاب به معرفی دکتر سعید جلیلی می‌پردازیم. بخش اول مشخصات فردی، بخش دوم سمت‌ها و فعالیت‌ها، بخش سوم حرف‌های خودمونی. دکتر سعید جلیلی زاده مشهد و متولد 1344 که در حال حاضر 55 سال دارند. پدر ایشان فرهنگی بودند و اصالتاً اهل بیرجند و مادر ایشان هم آذری و اهل اردبیل بودند. همسر ایشان خانم سجادی پزشک هستند و یک فرزند دانشجو به نام سجاد هم دارند. دکتر سعید جلیلی تحصیلات پایه خود را در مشهد و تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکترای معارف اسلامی علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق به پایان رساند. ایشان سابقه تدریس در دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را هم دارند. دکتر جلیلی در زمان جنگ تحمیلی از دبیرستان تا دوران دانشجویی به عنوان بسیجی در جبهه حضور داشت. در عملیات کربلای 5 پای ایشان زخمی شد و در پی نبود امکانات و اورژانس پای راست خود را از دست داد و پس از آن هم در قسمت تدارکات لشکر حضور داشت. بخش دوم سمت‌ها و فعالیت‌ها. دکتر سعید جلیلی حزب سیاسی مستقل دارند که این معلول نارضایتی و حسادت اغلب خواص می‌شود. پیشینه اجرایی ایشان طولانی است و آخرین منصب ایشان در پست عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. ایشان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی که دبیری شورا و ریاست گروه مذاکره کننده هسته‌ای را به عهده داشتند. همچنین رهبرمان در سال 1393 دکتر جلیلی را به عضو شورای راهبردی روابط خارجی منصوب کرد. دکتر جلیلی را در پی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌شناسند که با تلاش و مذاکرات ایشان حق غنی‌سازی و داشتن فناوری هسته‌ای کشورمان به دشمنان ایران تحمیل شد که البته دشمنان هم در پاسخ تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه را روی میز گذاشتند و صد البته که توان درگیری نظامی و پرداخت هزینه‌های آن توسط دشمنان ایران وجود نداشت و برای همین بود که کاغذبازی و جفسازی روانی را پی گرفتند و در این راستا دکتر سعید جلیلی از مغزهای متفکر مقابله با این توطئه دشمن بود. ما دولت سایه رو تشکیل دادیم، گفتیم اگر رقبای ما رأی می آورن وظیفه ما این است که تحولات کشور رو سایه به سایه دنبال کنیم، اگر کار خوبی صورت می گیرد اون رو کمک کنیم ولو از سوی رقبای ما، اون رو تأیید کنیم، اون رو پشتیبانی کنیم، اگر جایی کار ناقصی انجام می دن همون موقع اگر متوجه می شویم کمک کنیم که اون کار کامل بشود، تکمیل بشود، اگر خدای نکرده کار خطایی صورت می گیرد کمک کنیم اون کار تصحیح بشود. سونوگرافی، یه سی تی اسکن، یه بیمارستان، هیچی نداریم. خرج مخارج من کجا میخوام بیارم؟ من کجا میخوام تامین کنم؟ با این وضع من 4 سال نخ میگرفتم بدون 2 تومن، الان دارم میگیرم 35 تومن. مزد من چقدر رفته میشه؟ 1500 تومن تا نهایتش 2 تومن. ما در این 8 سال با تشکیل کارگروه ها از جوانان متخصص همین مرزبوم، از اساتید برجسته دانشگاه های همین کشور، از مدیران با سابقه و با کفایت سالهای پس از انقلاب، از همه اصناف مدد گرفتیم. سعی کردیم روند کشور رو سایه به سایه دنبال کنیم. به هر جا به نقطه نظری رسیدیم که کمک میکرد به کمک دولت میرفت. اگر کار خوبی بود تأیید میکردیم، اگر کاری رو میدیدیم ناقص است نمیگفتیم بگذار اگر روزی دوستان ما کار دستشون اومد بدهیم. این 8 سال ما 120 سفر داشتیم، مردم رو دیدیم، جوانها رو، مدیران و کارشناسان دلسوز و بیش از 1000 جلسه داشتیم با متخصصان، با اصناف، با مدیران ارشد، با اساتید دانشگاه از جناهای مختلف. سفر به سفر، جلسه به جلسه، روز به روز بیشتر به این باور رسیدیم که میشود اما برخی نمیتوانند. بخش سوم حرف‌های خودمونی. انتخابات 1400 با حضور 7 کاندید برگزار خواهد شد و اغلب کاندیدها به جای ارائه برنامه و تعیین چشم‌انداز دولت خود دست به تخریب و توهین به حریف می‌زنند. با این حال دکتر جلیلی با حساب پاکی که دارند از نیش و کنایه‌های باقی کاندیدان در امان ماندند. دکتر جلیلی همچنان که ثابت نموده اهل برنامه و عمل هستند و حداقل از روش‌های کثیف برای به دست آوردن صندلی ریاست جمهوری استفاده نمی‌کنند.
نمی‌کنند. ایشان مورد هجوم قرار می‌گیرند، ولی سعی در ارائه برنامه‌های دولت آینده خود به مردم را دارند. اینکه از لحاظ سیاسی مستقل هستند، دستمایه ناعدالتی‌ها و بی‌توجهی‌ها به ایشان شده و قطعاً این خصلت ایشان به نفع سودجویان منصب و قدرت نخواهد بود. چهره علمی ایشان در میان سایر کاندیدها کاملاً هویداست و دشمنان ایران بیش از سایر کاندیدها از دکتر جلیلی وحشت دارند. اینکه ایشان با تحقیق و برنامه قدم به کاندیداتوری گذاشتند، مایه دلگرمی ملت و خاری و حسادت دشمنان خارجی و داخلی شده و قطعاً سودجویان داخلی حتی با همکاری همدیگر هم که شده برای پایین کشیدن ایشان دست به هر اقدامی میزنند، چه قبل از انتخابات و چه اکنون با جفسازی و بایکوت. در منطق دکتر جلیلی، هر شخصی که رئیس جمهور شود، حتی اگر با تفکر دیگر احزاب همخوانی نداشته باشد، باید به شخص رئیس جمهور برای اداره بهتر مملکت کمک بشود، همانطور که ایشان به آقای روحانی برنامه فروش نفت را ارائه دادند. پس دکتر جلیلی فرای تعصبات سیاسی عمل میکنه و همچنان که ثابت کرده نسبت به وطن و مملکت دلسوزی دارند. در 1400 هفت کاندید داریم که هر کدام ضعف بزرگی از پیکره دولت را بیان می کنند و تقصیر را به گردن دیگران و رقیبان می اندازند. اما درخواست مردم این است که ای کاش همه شما برای رفع مشکلات بسیج شوید و ای کاش شکست شما در ریاست جمهوری باعث سرد شدن شما از کمک به دیگران و ملت نشود و ای کاش در رفع مشکلاتی که بیان می کنید همواره پیگیر باشید اگر راست می گویید. این واقعیت است که گوش مردم دیگر بدهکار وعده های پوچ و تخریب حریف توسط دیگر کاندیدها نیست و فردی که باسوادتر، سالمتر و با برنامه تر باشد را انتخاب می کنیم. سپاس از همراهی شما. سابسلایک فراموش نشه.